بر شما 24 مهر ماه 1394 خورشیدی و 16 اکتبر 2015 میلادی صفحه آخر امشب اختصاص دارد به قانون مجازات اسلامی با تمرکز بر اعدام شکل‌های مختلف کشتن انسان بنابر حکم قضایی و قانون مجازات اسلامی پرده آخر خواهیم داشت 18 مهر روز جهانی مبارزه با اعدام بود مخالفت جهانی با اعدام باعث شده که بنابر تازه ترین آمار از 195 کشور عضو سازمان ملل یا یکی دو تا ناظر سازمان ملل رو هم 195 کشور در 153 کشور از این 195 کشور مجازات اعدام یا اصلا وجود نداره و یا قانونا وجود داره اما اجرا نمیشه تو 153 کشور یعنی حدود 80 درصد از کل کشورهای عضو و ناظر سازمان ملل در سی و شیش کشور هست مجازات اسلام قانون است و اجرا میشه تو این سی و تا کشور ایران به نسبت جمعیت مقام اول رو داره رکورد زده ایران نه به کشورهای پیوسته که حکم اعدام رو لغو کردن یا متوقف کردن چون گفتم بعضی کشورها هستن که میگن قانونا ما نمیتونیم مجازات اعدام رو حذف کنیم به هر دلیلی ولی اجراش نمیکنیم و نمیکنن سال هاست یعنی عملا حذف شده تو اون کشور تو خود ایران هم یک دوره به نام بخشنامه رئیس قبلی قوه قضایی آیت الله شاهرودی مجازات سنگسار رو متوقف کردن گرچه از قانون حذف نشد هیچ وقت ولی به حال یک دوره رئیس دستگاه قضا بخشنامه کرد به قضات که حکم سنگسار ندن چون آبرون تو دنیا میره به جاش حلق احکام سنگسار و پرتاب از کوه به عنوان انواع اعدام همیشه صادر شده در ایران برای نمونه قضات شعبه دوم کیفری استان فارس در خورداد ماه سال 86 دو تن از متهمان به نامهای طیب و یزدان را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام به شیوه پرتاب از بلندی محکوم کردند همین کاری که دو هفته پیش داعش کرد فیلم شاید من نمیدونم دیدین امیدوارم ندیده باشین فقط خبرش رو شنیده باشین و ده هشتاد و هفت. دو خواهر در جلسه محاکمه مدعی شدند دو زنی که مقابل دوربین قرار گرفتند آنها نیستند با این حال پنج قاضی شعبه هشتاد با استناد به فیلم ضبط شده زهره و آذر را مستحق مرگ تشخیص دادند و حکم رجم یا سنگسار صادر کردند زمستان سال 85 مردی به ماموران پلیس شهریار مراجعه کرد و مدعی شد همسرش روابط نامشروع دارد و فیلمی نیز از همسرش تهیه کرده است همین فیلم باعث شد که حکم سنگسار صادر باشه کی دی 87 باری صدور صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام در دوره صادق لاریجانی مدام سیر سعودی داشته بنابر قانون مجازات اسلامی عرض میکنم طبق آمار رسمی بیشترین اعدام ها در سال گذشته در ایران صورت گرفته در شش ماهه اول امسال نزدیک به 700 نفر در ایران اعدام شدند دقیقاً 694 نفر یک کنوانسیون جهانی دیگری از غیر از این اعدام مقابل با اعدام یک کنوانسیون جهانی است به نام کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اونم نشده اونم امضا نکرده قبولش نداره بند پنجم از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند پنجم ماده شش بخش سه میگوید مخالفت با اعدام بر اساس میگوید حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهایی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی این کنوانسیون رو امضا نکرده حتما همینه همین چند روز پیش خبر آمد که فاطمه سال نبی و سمد زهابی اعدام شدن یکی در استان فارس و یکی در کرمانشاه هر دو به اتهام قتل هر دو 17 سالشون بوده موقع ارتکاب جرم ببینین امشب برنامه نداریم که بخوایم وارد جزئیات پرونده این دو اعدامی بشیم که مثلا دختر 17 ساله‌ای که شوهر اجباریش رو میکشه در چه موقعیتی بوده یا حرفای سمد زهابی رو که بگم که در پروندهش بارها گفته است و وکیلش هم اینو گفته که به قاضی بارها گفته که قتل عمد نبوده آنچه که رخ داده در 17 سالگی میخوایم اصولا درباره مجازات اسلامی که بر پایه پنج کتاب قانون مجازات اسلامی در ایران انجام میشه امشب صحبت بکنیم مقدمتا درباره همین اعدام افرادی که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتن فقط آمار پارسال از اعدامیان زیر 18 سال در ایران ببینید چقدر عرض کردم این آمار پارسال ها دفتر حقوق بشر سازمان ملل دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش میده که بنابر اطلاعات موثقی که به دست ما رسیده، حدود 160 زندانی که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند در صف اعدام هستند. مهمان امشب صفحه آخر آقای نقی محمودی هستند وکیل دادگستری آقای محمودی خوش آمدید به امشب صفحه آخر درود بر شما و درود بر مهمانان محترم برنامه آقای محمودی ما مهمان دیگری نداریم بنده و شما هستیم بنده رو اگه مهمان فرض میکنین، منم مثل شما مهمان این دنیا بفرمایید که چه منطق حقوقی هست آقای محمودی در قانون مجازات اسلامی منظورمه که بچه زیر 18 سال براش حکم اعدام صادر میشه هم در قانون مجازات اسلامی و چه منطق حقوقی هست در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال رو ممنوع کرده که من خوندم اون بندو در حقیقت ما باید برگردیم به مسئله بلوغ که طبق قوانین اسلام نه سال قمری برای دختران و پونزده سال تمام قمری برای پسران رو سن بلوغ اعلام کرده و در حقیقت در قانون مدنی هم این سن به عنوان سن بلوغ اعلام شده که مبنای ازدواج هم میتونه قرار بگیره شما مثلا در نظر بگیرین یه دختر نه ساله ای که اگه شما صد میلیون تومن بهش بدین میره همش از بقال سر کوچه چیپس و پفک و لواشک و آدامس بادکنکی میخره مجوز داده میشه که این ازدواج بکنه و همینطور پونزده ساله در پسران اگر ما برگردیم به سن استانداردی که 18 سال هم برای دختر و هم برای پسر در نظر گرفته که اون رو مبنای بلوغ قرار میدن این بر اثر مطالعات زیادی بوده مطالعات جامعه شناختی مطالعات بیولوژیکی و به طور متوسط در 18 سال فرد بالغ میشه میتونه تشکیل زندگی بده میتونه در اموال خودش تصرف بکنه و یا کل امور دیگری که در جامعه میتونه انجام بده ولی متاسفانه در قانون مجازات و قانون مدنی ایران که مقتبس از فقه شیعه اصناعشری هستش اونجا رویه یک رویه دیگری هست و مبناش برمیگرده به احادیث و همینطور منابع معتبر فقهی که 9 ساله در مورد دختر و 15 ساله در مورد پسر رو بالغ میدونند ولی خب در قوانین اکثر کشورها این سن این سن بلوغ نیستش بلکه 18 سال هست حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی هم مثلا در قانون اخس قانون راهنمای رانندگی در ارتباط با اخس گواهی گواهینامه 18 سال در نظر گرفته شده وقتی برای گرفتن یک گواهی نامه رانندگی که کار زیاد شاقی هم نیستش مثل ازدواج یا تصرف در اموال و یا همینطور مسئولیت کیفری سن 18 سال در نظر گرفته شده چطور میشه که یک دختر 9 ساله رو مسئول کیفری اعمال خودش بدونیم یا مجوز ازدواج صادر بکنیم در موردش یعنی با هیچ منطقی سازگار نیست هرچند که در قانون مجازات اسلامی هم میگه که افراد که به سن بلوغ نرسیدند از مسئولیت کیفری مبرا هستند ولی همونطور که گفتم سن مسئولیت کیفری یا سن بلوغ همونی هست که در قانون مدنی هست و در قانون مجازات هست 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران و طبیعتا یک دختر 9 ساله و یا پسر 15 ساله به اون حد از رشد فکری و عقلی و جسمی نرسیده که مثلا در جرایم بزرگ این رو مسئول اعمالش بدونیم درست آقای ولی محمودی اون که ما در من به بینندگان عزیز من به بینندگان عزیز برنامه عرض کنم که ببخشید آقای محمودی که ما یک تاخیر داریم در گفت و شنید با آقای محمودی به دلیل تاخیر در فاصله جغرافیایی و این استودیوهای ما به هر حال این تاخیر رو باعث میشه بعضی وقتا تو حرف هم دیگه میریم شما ببخشید و شما هم ببخشید های محمودی که گاهی من تو حرفتون میام چون بلافاصله شما نمیشنوین و هر حال چند ثانیه میگذره ارزم این است که کوتاه خواهش من بفرمایید که در کشورهایی که بر مبنای کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعدام زیر 18 سال ممنوعه در همون کشورهایی که اعدام هم میکنن در اون کشورها ممنوعه مثل آمریکا برای مثال در این کشورها چه می با فرض بفرمایید کسی که مرتکب به قتل شده است و اگر 18 سال به بالا بود ممکن بود اعدامش بکنه اگر زیر 18 سال باشه چه باش میکنن بله طبیعتا بحث بر سر سن زمان ارتکاب جرم هست نه اینکه سن زمان اجرای حکم در ایران اگر یک پسر یا پسر مثلا 15-16 ساله یا دختر 14-15 ساله مرتکب قتل بشن در زندان نگرش میدارن تا به سن 18 سالگی برسه و به جای کادوی تولد 18 سالگیش بهش تناب دار هدیه میکنند و به دارش میکشند در حالی که در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اولا در ماده یکش سن 18 سال رو به عنوان سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری اعلام کردند و از سوی دیگه اعدام افراد زیر 18 سال رو ممنوع کردند و همینطور زنان باردار رو و این کنوانسیون در سال 1954 توسط ایران امضا شده و جمهوری اسلامی هم نیابتاً متعهد به اجرای مفاد آن هستش جمهوری اسلامی هم نسبت به اعدام کودکان زیر 18 سال از آغاز استقرارش عمل کرده و هم زنان حامل رو کشته محمودی. یک نمونه شما تو تبریز میخوام من جواب نگرفتم بله. منظورم این بود که در خارج از ایران در آمریکا برای مثال یا هر کشوری دیگری که اعدام در اونجا قانونی هست اگر زیر 18 ساله مرتکب جرمی بشود که ممکن است اگر در سی سالگی این جرم مرتکب میشد بهش حکم اعدام میدادن حالا که زیر 18 ساله مرتکب این جرم شده است چه مجازاتی براش در نظر گرفته میشه؟ طبیعتا مجازات اعدام نیست همونطور که در قبل از انقلاب هم اقدامات تامینی و تربیتی بود گاهی وقتا به خانوادهش می سپردن گاهی وقتا به مؤسسات تعلیم و تربیتی می سپردن که اونجا در اون دار و تعدیب ها مدتی نگهداری بشه و یا حد اکثر در بندهایی که مثلا به نوجوانان اختصاص داده میشه و بدون حضور بزرگ سالان هست نگهداری میشه ولی به هر حال اعدام نمیشه و همینطور اونجا همونطور که ارز کردم ت... تأکید هست بر اینکه زنان باردار نباید اعدام بشه خواهر استاد من آقای دکتر ابوالفتی در تبریز در 20 سالگیش به اتهام ارتداد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق با بچه ای در شکمش اعدام شد در سال شست حالا و می این موارد, به اون موارد زیادی بوده که متاسفانه سالها اجازه بدین که برسیم این مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی در که بعدا در سال 1370 در مجلس تصویب شد بعد بهش قانون تعذیرات اضافه میشه بعدم کل قانون جدید مجازات اسلامی سال 88 تو مجلس تصویب میشه و در دی 92 شورای نگهبان تأییدش میکنه این قانون که همه قوانین کیفری ایران در واقع اساسا بر پایه کتاب تحریر وسیله آیت الله خمینی است و ملاک شورای نگهبان هم که همین تحریر وسیله است برای تطبیق قوانین باشه سال 92 وقتی قانون مجازات اسلامی تو شورای نگهبان تایید میشه عرض کردم دیما صادق لاریجانی میاد میگه این قانون جدید بعضی جاها شله حالا بخشش رو صحبت کردیم بخشم صحبت خواهیم کرد ببینین رئیس دستگاه قضای اسلامی پناه محرومان میگه در ماده 39 به قاضی در ماده 39 که دیگه تصویب شده و قانون شده در ماده 39 به قاضی اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخیص دهد که او صلاحیت معافیت از کیفر را دارد و سابقه کیفری نداشته شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد میتواند قاضی حکم معافیت از کیفر صادر کند البته این قانون از شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من من صادق لاریجانی به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبه قانون اساسی است و هم شبهه شرعی آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه آقا حکم دادی باید بکشی قطع کنی تعذیر کنی به قول خودشون مگه این که؟ مگر اینکه مگر اینکه فقط رهبر بگه لاریجانی افسود قاضی حسب ماده 43 می تواند دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد که خود این هم خلاف شهر است اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و بیرا به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است ببینید ممکنه بگیم که آقای صادق لاریجانی شده کاسه داغتر از آش که میگه همین قانون مجازات اسلامی هم شله ولی آه اگه برگردیم به صحبت‌های آقای خمینی که گفتم کل قانون مجازات اسلامی بر پایه کتاب تحریر الوسیله ایشونه می‌بینیم که این چیزی که صادق لاریجانی میگه دقیقا همون خط امام است همون خطی است که در مسیرش خلخالی اعدام می‌کرد بی برگزاری دادگاهی در کردستان و با برگزاری دادگاه‌های دو دقیقه ایش که معروف در تهران و شهرهای دیگه خمینی صریح میگه که کسی بیخود به خلخالی اعتراض نکنه یکی از اینا آمده بود گیری هم میکرد که چرا بعضی از اینا رو میکشن نه این آخری رو اون اونایی که آقای خلقالی مثلا اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است یک مکتب تربیت است لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن گردن میزنن به امر رسول الله اینا همین حرف های قربی رو میزنند که ما باید اصلاح کنیم اول همه رو اصلاح کنیم بعد حد بزنیم این عجیب است که اول ما باید این امریکت را همه رو هدایت کنیم که همه تربیت بشن بعد حد بزنیم اگر یک کسی حالا شور به فنتاد حالا حدش نزنیم، حالا اول سیوش بکنید تا مرزش اسلام بشه اینا یه حرفای است باید حدود جاری بشه ما با اسلام متی اسلام هستیم و احکام اسلام را میخوام جاری بکنیم اگر در وزارت خانی، اگر در جایی احکام اسلام بخواد جاری نشد ما در وزارت خانه را میبنیم برن کنار اینها، برن گرم نشن اینها اینها منحل باید باشن ما نمیتونیم تعمل کنیم به اینکه هر کس هر توی دلش مخاطب من دلم که حالا دموکرات باشه من دلم میخواد که ملی باشه من دلم میخواد که ملی و اسلامی باشه ما از اینا زرده دیدیم ما اسلام ها میخوایم غیر اسلام ها نمیخواییم همین منطق در حال اسمشو منطق بذاریم به دادگاه های گیلانی محمدی گیلانی معروف هم میرسه حاکم شرع اون زمان و لاجبردی دادستانش آقای حسین تاجمیر ریاهی اسبحانی و شما ترور افکار می حالا کدام یک آقای ریاهی کدام یک شدیدتره ترور افکار شدیدتره <applause> یا ترور بدن حسب ترور افکار ما که ما بحث می کرد صحبت می کردیم با مردم راه این انقلاب انقلابی نیست بله. که با... صحیح باشد انقلاب یعنی افکار مردم را ترور میکرده ای ما اینطور فکر میکردیم که خب اشتباه داره مسیر پی میشه و همین هم به مردم میدونیم بله بسیار بله آقای محمودی گیلانی جرم رو میگه ترور افکار آه. این قضاوت آیا بر پایه تحریر وسیله خمینی است که اساسا اون موقع گویا مجازات ها بر اساس همون تحلیل الوسیله آیت الله خمینی انجام می شود و احکام صادر می خواهش من بفرمید با این در حقیقت ویدیوهایی که شما پخش کردیم و فقط من فقط صداشون رو شنیدم بالاخره ناخداگاه رفتیم به اون دوران تلایی که انسان ها دست دست اعدام می شدند در دادگاه های دو دقیقی و همینطور در فاصله کوتاهی پس از دستگیریشون این لحن اشوه آمیز و کرشم آمیز آقای محمدی گیلانی هم که در مثلا تحفیم اتهام میکنه به آقای حسین تاجمیره ریاهی اصفهانی و قبلا حکمش رو صادر کرده و فقط اون صحنه رو اونجا جور کردم و یه دست مردم رو هم به عنوان امت همیشه در صحنه اونجا آوردن که شعار بده مرگ بر ضد انقلاب اینا در حقیقت این دادگاه های چند ای اتهامی که ایشون میگن اصلاً نه در فقه اسلام هست نه در قانون و مجازات اسلامی هست چون که اینا هیچ کدومشون تحصیلات حقوقی نداشتند مثلا به آقای لاجبردی وقتی ایراد گرفتن که آقا شما چجوری شد این دادستان تهران میگه که من حقوق رو در مکتب امام خوندم و طبیعتا محمدی گیلانی هم از همین دست آدم هست. اینا هیچ اطلاعاتی از اینکه نحوه دادرسی چیست اتهام چیست جرم چیست نداشتن و همینجوری مثل اون طلبه همون داستان های علم قاضی که میشنن رو همون داستان بر مبنای علم قاضی حالا علم قاضی هم علم قاضی هم بخشی از در حقیقت قضاوت اسلامی هست که اون هم قضاوت خیلی بی پایه اساسی است چرا که علم قاضی در هیچ از قوانین کیفری کشورهای پیشرفته و یا سیستم حقوقی پذیرفته شده نیست چون که مبنایی که در اسلام برای علم قاضی میگن خیلی مسخر است میگن که اگه کلاقی از بالای درختی پرید پریدن کلاغ میتونه برای قاضی علم بیاره که این جرم واقع شده یا نشده یعنی وقتی مبناش اینه و یه فردی که اصلا تحصیلات حقوقی نداره و مثل آقای لاجوردی که شده دادستان به لحاظ درگیری هایی که در زمان پهلوی در زندان با مجاهدین و کمونیست ها داشته و بیشتر قصدش انتقام گرفتن از اونها بود طبیعتا یه چنین اتهام های بی اساسی هم به وجود میاد ما ترور افکار نداریم همین آقای خمینی زمانی که تو فلش تو در پاریس زیر درخت سیب نشسته بودن حرفای خیلی خوش و در حقیقت پر و برق میگفتند که همه آزادن زنان حقوق برابر دارند مارکسیست ها میتونن اظهار نظر بکنن. این اظهار نظری هم که آقای حسین تاجمیر ریاهی کرده یک اظهار نظره، یک بحث، ولی چون اینها خودشون رو نماینده خدا بر روی زمین میدونن هر کسی که حالا نوشته ای داشته باشه فیلمی داشته باشه مقاله ای نوشته باشه سخنرانی کرده باشه که کمی به مزاق این آقایون حاکمان اسلامی خوش نیاد اون رو یه اسمی روش میذارن حالا به اسم محاربه به اسم افساد فلعرز و این اتهام مسخره ای که همجور گفتم که حتی تو کتاب های فقی هم نیست بل. آقای محمد گیلانی احتمالا تو خواب دیده که مثلا این اتهام رو میتونه به یک کسی منتصب کنه خب ببینید همون موقع کشتار سال 60 و سال 67 در زندان ها که فقط در تابسون 67 بنا با آماری که به آیت منتظری داده بودن و ایشون هم این رو در خاطرات چون منتقل کردن نوشتن بیش از 3500 -600 نفر فقط آماری بود که به ایشون داده بودن اعدام کردن فقط در تابستان 67 بی تردید اینا اصلا نه به قاعده وکالت داشته نه به قاعده قضاوت خمینی سال 67 نامه می نویسه به سران دستگاه شر و قضای اسلامی و حکم اعدام صادر میکنه تو همون نامش برای هزاران نفر همین می کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند رحم بر محاربین ساده اندیشی است امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است یعنی فقط سه نفر که قبلا صحبت شو کردیم وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند و بعد خود آقای خمینی میترسه که حتی عقب افتادن اجرای اعدام های مقدار شل بکنه این شدت جنایت رو مینویسه باز در نامه دیگر هر کس در هر ملح... مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید در مورد رسیدگی به بعض پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است آقای محمودی اشاره کردین به محاربه و حالا افساد و افساد فساد فل ارز و اینها محاربه رو بگید در اسلام و در قانون مجازات اسلامی یعنی چی چه حکمی داره من اجازه میخوام قبل از محاربه بپردازیم به اون حکم خمینی که قبل از اون هم یعنی دو روز پس از استقرار جمهوری اسلامی در 24 بهمن سال 57 طبق خاطرات آقای خلخالی خمینی ایشون رو صدا میکنه به دفترش دعوت میکنه و میگه که من تو رو به عنوان حاکم شهر تعیین میکنم که به جرائم به اصطلاح ضد انقلاب رسیدگی کنی و آقای خلخالی آقای شیخ ساده خلخالی در خاطراتش تعریف میکنه که یک روز به همراه محافظینم که اونجا میگه همراهانم داشتم میرفتم خونه دیدم که دو تا پسر بچه این عبارتشه دو تا پسر بچه 15 ساله در یکی از کوچه ها مخفیانه چیزی رد و بدل کردند به همراهان دستور دادم که اونها رو بگیرند و وقتی اونها رو گرفتم دستور تفتیش دادم و من خودم از کیف یکی از اون پسر بچه ها یک روزنامه مجاهدین پیدا کردم همانجا کلتم را درآوردم و اون رو کشتم و گفتم که نحوه برخورد با این جانوران اینگونه باید باشد شما حساب کنین که امور میفته دست کسی مثل آقای صادق خلخالی که اصلا نیاز به محاکمه نمیبینه خیلی راحت کلتشو در میاره تو کوچه به قول خودش بچه پنج ساله رو میزنه همین مسئله در میدان ساعت تبریز به وقوع میپیونده یک دختر 16 ساله که اعلامیه یکی از سازمانهای سیاسی چپ رو میفروخته همونجا توسط یکی از پاسداران کشته میشه و اما اتهام محاربه چیست؟ در حقیقت محاربه در قرآن اومده در آیه 33 سوره ماعده یعنی خلاصه این آیه این هست که کسانی که علیه خدا و رسول که جمهوری اسلامی خودشون نماینده خدا بر روی زمین مدونه و بعضی وقتا هم دعوا میشه بین عربستان و ایران و داعش و القاعده که کدومشون نماینده خدا بر روی زمین هستند ولی این آیه تأکید داره به این که کسانی که برای مبارزه با خدا و رسولش اسلحه میکشند اونها در حد محارب هستند و بایستی کشته بشن و عینا این با تلفیقی از مطالب کتابهای فقهی به قانون مجازات اسلامی وارد شده در بحث حدود ما جرمی به عنوان محاربه و افساد فلعرز داریم یعنی هر کسی که ای بکشه حالا اسلحه سرد یا گرم فقط کسی بترسه از این مسئله محاربه است حکمش و به طرق مختلف که خفیفترینش تبعید هست و شدیدترینش قطع پای راست و دست چپ و به صلیب کشیدن از بین برده میشه خب یعنی حالا آقای حالا همینجا همینجا, 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 همینجا اجازه بفرمایید خب اعدام هایی که از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی با همین نکات که شما میفرمایید اجرا می شود و اسلحه هم در کار نیست یا مثلا کمک مالی به منتصب میکنن متهم رو ما داشتیم اعدامی که مثلا منتصبش کردن به اینکه کمک مالی کرده مثلا به مجاهدین یا نمیدونم اعدامی که مثلا حکم اعدام صادر میکنه مثلا برای محمد علی تاهری که مثلا عرفان حلقه مثلا درس میده اینها که ای در کار نیست اینا بر چه اساس قانونی میخوام ببینم که این احکام صادر میشه ببینید متاسفانه مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی که مقتبس از فقه هست خیلی کشتار هستند مثلا یکی از این اتهامات اتهام توهین به مقدسات است این مقدسات یک چیز خیلی گسترده ای است در قانون مجازات اسلامی و یا همینطور در فقه اینها حالا حتی به قانون خودشون هم عمل نمی کنن. به قول شما کسی که سلاحی نداشته مبارزه مسلحانه ای نکرده و صرفا اعلامیه فروخته یا کمک مالی کرده به یک سازمان مخالف اون رو هم در حکم محاربه میدونند یعنی یک دیکتاتوری کامل یک سرکوب به تمام ایار که اجازه نفس کشیدن به حتی مخالفین خیلی ملایم خودش رو نداره مثلا آقای تاهری خب یک کلاسایی داشته یه اعتقاداتی داشته یه مکتبی رو در حقیقت تأسیس کرده خود جمهوری اسلامی هم بهش مجوز داده در مقتهی احساس کردند که نه این ممکنه که به نوعی امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه مشهور شده ممکنه هوادارانی پیدا کنه و یا افراد دیگری بیشتر نویسندگان در اوایل انقلاب به همین اتهامهای واهی یا به زندان انداخته شدند یا مثل دکتر غلامحسین صائدی مجبور به ترک دیار خود شد ببینین اجازه بدید یعنی که ما به بخش اسلامی مخصوصا اجازه بدین ما به همین بخش نویسنده ها اینا میپردازیم به من از اجازه بدین از سلمان رشدی شروع بکنم که مسئله ارتداد رو البته خب یه از فقه ها میگن که ارتداد حکمش اعدام نیست و جمهوری اسلامی فعلا حاکم بر ایران روحانیت و حاکم در واقع حکر ارتداد و مرتد اعلام میکنن و بعدم اعدام دیگه از اول انقلاب این داستان بوده است و ارتداد یه نفر که اعلام میشه همه دستگاه های نظام مقدس باید مجریش باشن همه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تازه ترین موضوع دارم عرض میکنم خدمتتون. دعوت از یک فرد محدور و دم یه حرکت زشت حرکت غیر فرهنگی و غیر متعارف در نماشگاه کتاب فرانکفورت خب ببینین سلمان رشدی رمان نویسی که میدونین به خاطر کتاباش تو نمایشگاه کتاب فرانکفورت که یه رویداد مهم فرهنگی است در جهان بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان دعوت شده هر سال نویسنده دعوت میشه امسال هم سلمان رشدی دعوت شده است که سخنرانی کنه مدیر وزارت ارشاد میگوید ناشرای ایرانی نباید شرکت کنن تو این نمایشگاه رئیس دستگاه قضا میاد میگه بله همه باید تابع این حکم شرعی باشن بسیار کار خوبی کرد وزارت ارشاد من بعد هم در خارج و داخل باید همینطور عمل کنه به خاطر کار انقلابی کردن در ترک نمایشگاه کتاب فرانکفورت به خاطر دعوت از این نمایشگاه از سلمان روشی مرتد بله بذارین من همینجا به دو شاعری که این حکم ارتداد رو میدونید آقای خمینی داده بوده الان دوباره خامنه‌ای تاییدش کرده و هم من به دو شاعری که در ایران محکوم شدند به زندان و شلاق اشاره بکنم و یک فیلمساز همینطور یکی فاطمه اختصاری و یکی مهدی موسوی اینها بذاریم من بخونم اصلا خبره 22 مهر 94 دادگاه انقلاب تهران دو شاعر فاطمه اقتصاری و مهدی موسوی را به دلیل دیدگاه های انتقادی در اشعارشان به ترتیب به 9 سال و 6 ماه و 99 ضرب شلاق و 11 سال و 99 ضرب شلاق به اتهام توهین به مقدسات محکوم کرد از این توهین به مقدسات که آقای محمودی فرمودن اینجوریه وکیل مدافع فاطمه اقتصاری و آقای مهدی موسوی به کمپین بین المللی حقوق بشر میگن که احکام شلاق این دو به اتهام ارتباط نامشروع مادون زناست این هم یه اسمی گذاشتن ارتباط نامشروع مادون زنا هنوز به زنا نرسیده چی هست این؟ که آن در مورد خانم اقتصاری دست دادن با نامحرم و نداشتن هجاب در زمان حضورش از جشباره شهر سوید من من شده است واقعاً چه ملت قوه قضاییه انصاف داشته باشیم ببینین چرا به محمد خاتمی شلاق نزدین وقتی سال 86 با خانما تو ایتالیا دست داد اون ارتباط نامشروع مادون زنا نبود همینی که دارین می‌بینین چرا به احمدی نژاد شلاق نزدین وقتی سال 91 مادر چاوزو دیگه بغل کرد یعنی اسلام نابود شد اونجا اون مادون زنا نبود این ریختی زن نامحرم رو بغل میکنه فارغ از اصلاً این این جنایت ها وقتی بهتون بگم که اگر به شعرهای مهدی موسوی رو نخوندین حتما بخونین شاعری است که به گفته منتقدان جدی شعر میتونه بنیانگذار نحله تازه‌ای باشه در شعر فارسی یازده سال زندان نوود و شلاق و کیوان کریمی فیلمساز ببینید وکیلش کیوان کریمی فیلمساز به اتهام توهین به مقدسات و رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم به شش سال زندان و دویست و بیست و سه شلاق محکوم شده وکیلش میگه که همه فیلم های این فیلمساز قانونی ساخته شده و هیچ اشاره‌ای به مقدسات توی این فیلم ها وجود نداره چه برسه به اینکه توهینی انجام شده باشه بعد که از نزدیکای کیوان کریمی میگه تهیه کننده فیلم نوشتن در شهر که به خاطر این فیلم گرفتنش نوشتن در شهر گزارشش از شعار نویسی روی دیوارها از اول انقلاب تا حالا روی دیوارهای ایران تهیه کننده این فیلم دانشگاه تهرانه برای کل آن از آرشیو مراکز مختلف از جمله بنیاد شهید بنیاد انقلاب اسلامی مرکز پژوهش های اسلامی فیلم گرفته شده ولی خب تصاویر جنبش سبز هم در آن هست که گویا اینها حساسیت بوده است و البته افزوده از کرد بودن و سنی بودن هم میتواند از عوامل تشدید حساسیت ها و صدور چنین حکم سنگینی برای این فیلم ساز باشد که البته اختصاری و موسوید و شاعر که دیگه کرد نیستن و سنی نیستن که سالو ۹۹ ضرب شلاق باری برای کیوان کریمی قبلا دو تا جایزه بین المللی هم برده من آتنا فرغدانی هستم متولد 1365 در مقطع کارشناسی هنر دانشگاه از را تحصیل کردم یا آتنا فرغدانی کاریکاتوریست فقط به خاطر کشیدن کاریکاتور از نماینده های مجلس اینا در کجای قانون مجازات اسلامی هست؟ آقای محمودی اولا هرس کنم که هیچ وقت جمهوری اسلامی به محمد خاتمی شلاق نمیزنه طبیعتا منجیش بوده در بحرانی ترین وضعیتش و الا برگردیم به مسئله مقدسات یا توهین به مقدسات برای اولین بار قبل از قانون و مجازات اسلامی خب نکته جالبیه در لایحه قانونی مطبوعات در مرداد 58 که برای اولین بار تصویب میشه و تقریبا همزمان با اون احمد شاملو در اولین شماره کتاب جمعه میگه که روزهای سیاهی در پیش است روزهای پر ادباری که حالا گرچه منطقا عمر درازی نمیتواند داشت که داشته تا حالا سایه سیاه خود را بر بخش عظیمی از فرهنگ ما گسترانده است جمهوری اسلامی سعی کرد با توجه به فضایی که بعد از سرنگونی رژیم پهلوی به وجود اومده بود یک فضای آزادی نسبی بود و بحث ها در جریان بود در دانشگاه ها مقالات نوشته میشد مطبوعات تا حدی آزادی خودشون رو داشتند برای اینکه از مطبوعات شروع بکنه و سرکوب رو از آنجا انجام بده توهین به مقدسات رو از اونجا شروع کرد این مسئله توهین به مقدسات هم باز از اون مسائل کشداریه یعنی اگه قرار باشه که هر دینی هر مذهبی هر نهله فکری برای خودش یک دایره مقدسات داشته باشه هیچ کس نمیتونه آزادی عمل داشته باشه ما در دنیا هیچ چیز مقدسی نداریم که کسی بیاد این رو به عنوان مقدسات خودش در نظر بگیره و بعد بنا اون منافع خودش بیاد بگه که شما به مقدسات ما توهین کردی به تدریج بعد از لایحه قانونی مطبوعات این وارد قانون مجازات اسلامی میشه و هنوز هم در قانون مطبوعات هست و این فیلم سازان یا این شاعران این آقای کریمی مثلا فقط صحبتش بوده که فقط کلیپی بسازه هنوز ساخته نشده و یک فیلم مستند کوتاه داشته به اسم دیوار که ارتباطی اصلا به اون قضیه نداشته که اینو بیان ارتباط بدن به امنیت داخلی و اینا و 223 ضرب شلاق به خاطر اینکه با یکی از همکاراش دست داده یعنی حتی دست دادن زن و مرد نامحرم در جایی که برای خودشون ضرری داره ممکنه که جرم تلقی بشه و اینجا اساساً این مجازات سنگین شلاق که یکی از مجازات هایی است که در حقیقت مستاق شکنجه هست ما در دنیا دو نوع مجازات مشخص داریم یکی حبس هست که معمولا کمتر استفاده می کنند و دیگری جزای نقدی مجازات هایی که در جمهوری اسلامی به عنوان سنگسار به عنوان قطع انگشتان دست به عنوان قطع دست و پا یا شلاق وجود داره همهشون مستاق شکنجه است مخصوصا برای هنرمندی که برخلاف میل جمهوری اسلامی فیلم ساخته برای شاعری که برخلاف جمهوری اسلامی شعر سروده و, برخ... و نویسنده ای که برخلاف نظر جمهوری اسلامی کتابی نوشته اینها برای اینکه طرف رو از نظر شخصیتی خورد بکنند و در یک جامعه سنتی مثل ایران اون رو از آبرو بیندازند به با حیثیتش بازی کنند یک اتهام رابطه نامشروع دون زنا رو هم برایشون میچسبونند همون مسئله ای که در مورد همکار وکیل من آقای مقیمی وکیل آتنا فرقدانی بوده که به صرف دست دادن به اینها اتهام ارتکاب رابطه نامشروع دون زنا دادن یعنی یه چیزی که واقعا با هیچ اصول و منطقی جز اصول و منطق جمهوری اسلامی صادقار نیست و این چرا که جمهوری اسلامی و این ماجرای با مادون زنا در هیچ جایی از کتاب قانون مجازات اسلامی در هیچ کدوم در کتاب هیچ کدومش نیست چرا در قانون تعذیرات جمهوری اسلامی اعمالی که به اسم عربی هست تقبیل مزاجه مسافهه دست دادن روبوسی کردن بغل کردن همه اینها رو مادون زنا میدونند و شلاق در نظر گرفتن ولی همونطور یعنی که عرض کردم بله رفتار ولی وقتی که ک... رئیس جمهور این کارو بکنه یا هر مسئول حکومتی این کارو بکنه حالا در خلوت یا در خلوت که بدتر میکنه در خلوت یا در بدتر چرا چی رو بدتر به هر حال منظورم این است که وقتی مسئولین آخه... میکنن آه... 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 ب... نداره ب... ب... بر بس بر اینه بود. که میخوان اینها رو سرکوب بکنن بله. و ای بسا یک نکته دیگه من از دستشون سرکوب داریم فرصت کوتاهی داریم بذارین من یه اشاره به قصاص هم بکنم آقای محمودی در این چند دقیقه ای که داریم و بله یکی از مشکلاتی که نمیشه اینو ناگفته گذاشت یک مشکل اصلی که در واقع حقوق بین الملل حقوق بشر و اصولا جامعه بین الملل با جمهوری اسلامی داره قانون قصاص است صادق لاریجانی همیشه دو پشت خودش و ممجواد برادرش از این قصاص دفاع کردن به عنوان یک حکم قرآنی اینا و تو همین صحبتهای اخیرش که در سیما پخش شد همین هفته پیش بازم به همین موضوع اشاره کرد کوتاه ببینیم برمیگرد مسئله ارزش های اسلامی مربوط به کیفیت اداره خود کشورهاست و دیگران حق ورود در این جهاد ندارن بحث قصاص بحث قرآنی این حق قصاصی که برای اولیای دم قرار داده شده و ما از این مسئله هیچگاه عقب نشینی نخواهیم کرد ارزش های قرآنی رو پاش ایستادیم جمهوری اسلامی بر اساس و قانون اساسیش بر اساس شرم به موازنش عمل میکنه به این حرف هم گوش نخواهد کرد بله من فقط به مسئله تبعیز در قصاص اشاره میکنم قانون مجازات اسلامی درباره قصاص مثل دیه تبعیز زر روشنی قائل است بین زن و مرد یه <applause> نمونه بگم از دیه تا بعد همین موضوع قصاص رو ادامه بدیم ببینید ماده 13 قانون مجازات اسلامی قبلا هم اشاره کردم بخش دیات خونبه های قتل زن مسلمان خواه این قتل عمدن صورت گرفته باشد و خواه غیر عمدی پنجاه شطور است ماده 435 قانون مجازات اسلامی خونبه های قتل بیزه چپ یک مرد مسلمان 66 شطور است ببینین فهمیدین دیگه یعنی از نظر علمای تدوین کننده قانون مجازات اسلامی ارزش زن کمتر از بیزه چپ مرده فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر در قصاص رو عرض میکنم که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدن بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد می دونید که ایران تنها کشوری است که پدر اگه بچه‌شو بکشه مجازات نمیشه ولی مادر میشه آقای محمودی دو دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداریم بفرمایید که حالا ما باید برنامه مستقلی بذاریم درباره قانون مجازات اسلامی و زنان در ایران ولی این تبعیض در این قانون از کجا ریشه میگیره و آیا موارد اصلی دیگه از در قانون مجازات اسلامی که همینجوری مثل قصاص و دیه اینقدر تبعیض آمیز باشه اه این قضیه برمیگرده به حدیثی که منتسب میکنم به پیامبر اسلام انت و مال کل ابیک تو و مال تو از آن پدرت هستی که این ارتقا پیدا میکنه به پدر بزرگ و همینطور پدر اون اگر پدری فقط در مورد پدر هست و یا جد پدری و یا بالاتر فرزند خودش رو بکشه هیچ وقت قصاص نمیشه اگر سرقتی انجام بشه از طرف پدر که مستوجب حد سرقت یعنی بریدن چهار تا انگشت هست در مورد پدر انجام نمیشه و همینطور این حق هست در ارتباط با ازنی که داده میشه برای ازدواج دختر که بدون ازدواج دختر حتی بعضی از فقها اعتقادشون بر این هست که بدون اذن پدر و جد پدری عقدی اگر واقع بشه اون عقد باطل هستش و این حق برای بقیه یا حتی برای مادر که بیشتر از پدر برای بچه زحمت میکشه متاسفانه وجود نداره و اونجایی هم که آقای صادق لاریجانی میگه که این در قرآن هست حق با ایشونه این آیه قرآن هست که و ما برای شما در قصاص زندگانی آوردیم ای خردمندا و همونجور که میدونین قوانین اسلام رو ابدی و ازلی میدونند و میگن که اجتهاد در نس حرام هست اینها کاملا درست میگن و طبیعتا نمیتونن تعطیل بکنند مگر اینکه مثل دو جام زهری که یکیشو آقای خمینی نوشید و دیگری رو خامنه ای اینها در وضعیت استیصال قرار بگیرند و برای نجات خودشون و بقای حاکمیتشون اقدام بکنند به شل کردن این قوانین بل. و الا در صورت اقتدارشون به اونها عمل خواهند کرد و اینها هم از علی ابدی هستش سپاسگزارم آقای نقی محمودی وکیل دادگستری که از کل آلمان با ما بودن خدمتون عرض کنم در این فرصت باقی مانده که میخوام بگم که فرقی نمیکنن خلاصه مطلب رک مسئولان جمهوری چپ راست اصلاح طلب، فلان بهمان اینا آقای حسن روحانی با اون شعار در مورد این مسئله اصول ازلی که آقای محمودی اشاره کردن حسن روحانی با اون شعارهای تبلیغاتی موقع انتخابات سال 92 و بعدش هم تا حدودی در سخنرانیاش همیشه میگه که حقوق شهروندی خوب است و خشونت بد است و از این حرفا تیر 59 که یک سال و نیم از انقلاب گذشته از خشونت انقلاب گذشته آقای روحانی نماینده مجلس میاد در نطق پیش از دستورش میگوید تقاضای من این است که توطئه‌گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد از کجا میاد این خشونت فردی بخشش رو در این برنامه گفتیم در برنامه‌های آتی باز خواهیم پرداخت به این موضوع خب